سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی. چند خبر اعتراضی رو تقدیم حضورتون میکنم. به دنبال تصادف دلخراش یک تانکر سوخت با یک اتوبوس در خروجی ترمینال سنندج که منجر به آتش گرفتن چند خودرو و جانباختن حداقل 27 تن از هموطنان شد، سنندج همچنان ملتهب است. شب گذشته مردم خشمگین سنندج با مشاهده این حادثه به خیابان ریختند و با ماموران سرکوبگر انتظامی درگیر شدند. مردم یکی از خودروهای انتظامی را واژگون کردند. مردم سنندج طی اطلاعیه‌ای اعلام کردند که در مراسم خاکسپاری قربانیان فاجعه دردناک ترمینال که پیامد قاچاق نفت سیاه توسط سپاه پاسداران است، به طور گسترده حضور خواهند یافت. غارت شدگان مؤسسه پردیسبان در مشهد در اعتراض به چپاول اموالشان و برگ نگرداندن آن بعد از گذشت 4 سال در مقابل قضایه آخوندی در این شهر تجمع کردند. غارت شدگان کاسپیان در رشت برای چندمین بار در مقابل شعبه سرپرستی این مؤسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان که تماماً از زنان بودند، چندین بار مسیر خیابان را بستند. آنها از جمله شعار می‌دادند: پول‌های ما گم شده، زیر عبا از کشور خارج شده. هزاران معلم در سراسر ایران به کمپین پاره کردن فیش‌های حقوق که از روز دوشنبه 18 تیر ماه آغاز شده است پیوستند. در این کمپین معلمان در سراسر کشور در اعتراض به تبعیض و نابرابری در حقوق دریافتی و دیگر حقوق ضایع شدهشان توسط حکومت آخوندی اقدام به پاره کردن فیش‌های حقوقشان کردند. سلام عرض میکنم، بنده یک فرهنگی هستم. همینطور که میبینید این فیش‌های جدیدیه که صادر شده و اینها هم این حکمیه که صادر شده و این هم فیش جدیدیه که صادر شده. پس از ماها انتظار بالاخره حکم فرهنگی ها زده شد و دولت به تعهدات خودش در قبال افزایش 20% عمل نکرد و حقوقها رو بین 6-10% افزایش داد. من به دفاع و پشتیبانی از چالشی که همکاران محترم فرهنگی راه انداختن این فیش رو پاره میکنم و این حکم رو هم در اعتراض به این رفتار ناعادلانه و تفاوت‌هایی که با وزارت خونه‌های دیگر داره پاره میکنم و اونها رو آتش میزنم. Thank you.
فرهنگیان شاغل و بازنشسته یک ششم بقیه کارمندان دولت می باشد. این تبعیض مورد تایید وزیر و نمایندگان نیز می باشد. این فیش حق من نیست. این فیش حق من نیست. این فیش حق من نیست. من یک فرهنگی هم این فیش حق من نیست. این فیش حق من نیست. مبلغ این فیش دستمزد 30 سال خدمت من نیست. کارگران شرکت گیربکس‌سازی میانرو در میانه در استان آذربایجان شرقی در محوطه شرکت تجمع کردند و به دزدی و چپاول و ضایع شدن برخی حقوق خود در این شرکت اعتراض کردند. کارگران خواستار استعفای مدیر عامل این شرکت شدند. جمعی از غارت شدگان شرکت زمین‌های موسوم به بسیج در مقابل دفتر امام جمعه رژیم در ارومیه تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران فضای سبز شهرداری دسفول در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات معیشتیشان مقابل فرمانداری و همچنین در مقابل شهرداری رژیم در این شهر تجمع کردند.